با درود به بینندگان تلویزیون برابری، نه به اعدام، با ما زنان زندانی اوین همراه شوید. امروز زنان زندانی سیاسی طبق روال قبل در حیات زندان تحصن کردند و از رفتن به بند خودداری کردند. این برای اعتراض به اعدام هایی که جمهوری اسلامی در واقع طی 45 سال اقتدارگری خودش داره به طور مداوم انجام میده هستش. زنان زندانی خواهان این بودن که زندانیان سیاسی باید آزاد بشن و اعدام شریفه محمدی و پخشان عزیزی لغو باید بشه. برای اینکه ما ببینیم اصلا چرا جمهوری اسلامی داره تداوم میده این اعدام ها رو و این مرحله در واقع در فاصله 22 روز، در فاصله 6 روز 22 نفر رو اعدام کرده، چرا این اعدام ها شدت داره پیدا میکنه، ترس جمهوری اسلامی از کجاست؟ همراه میشویم با دو تا نیروی فعال، مرسده قایدی، زندانی سیاسی سابق از خانواده جنبش دادخواهی، و الهه سعد، فعال جنبش ژن ژیان آزادی. سلام رفقا، خوش اومدین. من اگه اجازه بدین سوالمو با مرسده شروع میکنم. مرسده جان، شما خب میدونم از سال 60 هم زندان بودی، 67 با اعدام، و دهه 60 در واقع با اعدام بسیار وسیع زندانیان رو به چشم دیدی. خودت از خانواده‌ای هستی که در واقع 3 نفر از عزیزانتون رو اعدام کردن و به عنوان فعال جنبش دادخواهی به طور مداوم داری تلاش میکنی از موقعی که حتی از زندان اومدی بیرون. میخوام ببینم نظر خودت چیه و چه تشابهی بین این اعدام هایی که در حال حاضر داره صورت میگیره و دهه 60، تفاوتاش. اصلا بیایم ابتدا اینجوری شروع کنیم که چرا اصلا نظام جمهوری اسلامی داره اینجور به شدت اعدام میکنه، بعد بپردازیم به این که تشابهاش کجاست و چرا همچنان داره ادامه میده. من در ابتدا سلام میکنم به شما مرافق عزیز و همچنین به الهه عزیز و خیلی ممنون که فرصت دادی ما با هم باشیم و همینطوری که گفتی نه به اعدام. ببینیم واقعا وقتی که این روزها رو آدم بهش نگاه میکنه، این لحظات رو در واقع ما روزانه دیگه وحشت داریم از اینکه خبر رو دنبال کنیم. مسئله که الانم داشتم با الهه عزیز همین صحبت رو میکردم، دیگه خبر نیست، حق حیات هر روز دارن، حق حیات انسانی رو میگیرن به هر دلیل. من به این دلایلش کار ندارم، هیچ کسی، هیچ دولتی، هیچ انسانی حق نداره حق حیات از کسی بگیره. اما ما علاوه بر این که باهاش روبروی هر روز شدت پیدا کرده، همون چیزی که به درست شما گفتیم، هر 8 ساعت یک بار شده، خیلیه در تاریخ. ببینیم از ابتدای قدرتش چون میخواست و باید از نظر خودش، اتفاقا چرا اعدام کرد؟ میخواست احزاب سیاسی، سیاست، احزابایی که آزادی خواه بودن، اینها رو از نظر خودش فکر میکرد که میتونه بزنه، بکشه و رقیب خودش میشه. به طور واقعی بعد از اون انقلاب، بحثایی که الان هست که ما نسلی که الان دهه 60 با هم هستیم میدونیم تمام بحثا غلط بوده. ما یه انقلابی کرده بودیم، اون یک ضد انقلابی به قدرت رسید و از همون تاریخ جنگ شروع شد، جنگ کشتار. یعنی در واقع میخواست احزاب سیاسی رو از بین ببره، افکار رو از بین ببره، اما شکستش رو امروز میگیره. علاوه بر اینکه نتونه سیاست رو از ما بگیره،
نتونست عدالت خواهی را از ما بگیره، آزادی بیان نتونست بگیره. این کشتن ما برای این بود که نفهمن مردم آزادی چیه اون دور. و این اتفاقی که امروز میفته درست گره خورده به همون روز. از این نظر چرا میگم گره میخوره؟ به خاطر اینکه این فکر میکرد جامعه رو میتونه مرعوب کنه. معلومه دورهای تونست مرعوب کنه. من و شمایی که زندان بودیم و علیه ازم در جریان هستش، تا 67 جامعه رو بعد از ما دو مرحله سرکوب شد. ادامه انقلابیون سال 57 67 بود، پایان داد ما رو، در واقع پایان ما رو اعلام کرد از نظر خودش. ولی ما میبینیم این مبارزه بعد از 78 ادامه پیدا کرد و امروز نسلی که جلوی این هست از نسل ما شاید کم خبر داشت. من فکر میکنم حافظه تاریخی خیلی ضعیفتر از اون که ما بگیم همه بچه ها در جریان تمام لحظات زندگی ما بودن نیستش اینطوری. اما یه چیزی رو بچه ها میخوان، همون چیزی که تو انقلاب جنگ جیان آزادی در واقع گفتند، ما ایستادیم تا پایان، به عقب پرده میکردیم. اتفاقی که 1401 افتاد اینم رژیم بود، به عقب برنمیگردم. دو مرحله چرا سرکوب وجود داره؟ اون مرحله یک انقلاب تازه شروع شده بود، سرکوب کرد تموم کرد، دوباره آغاز یک جنبش انقلابیه، آغازی که یک نسل همون صحبت رو داره میکنه. از بچه های زندان که تالا بعدا من کوتاه میکنم که بعد تک تک اینا میتونیم صحبت کنیم و مقایسه کنیم که ببینیم همون صداست، همون صدای آزادی خواهیه. و این امروز گره خورده به زنده بودن این حکومت، میدونه پایان کارش چه شکلی، من سر این بحث نمی کنم. ولی ما خودمون همه توافق داریم جامعه رو مرعوب میکنه به طور واقع. اعدام باید قبول کنه، مرعوب موقت مرعوب میکنه، یکم عقب میرونه، ولی تمام مبارزه نمیتونه از مردم بگیره. تجربهش تاریخی نشون داد، نست در واقع کشور ما، همه کشورهای جهان نشون داد انتقام به وجود میاره ولی مبارزه رو نمیتونه بخوابونه. انتقام ممکنه خیلی شدید بشه ولی مبارزه رو نمیتونه عقب بره. مرسی الهی جان، از شما بشنویم نظر خودت چیه، چون درسته که شما هم از دهه 60 داری فعالیت میکنی، ببینیم نظر شما چیه در این مورد. سلام میکنم به شما، درود میفرستم بهتون، به همینطور به مرسده عزیزم و بینندگان خوبتون. سوالو من اینطور فهمیدم که چرا جمهوری اسلامی به این کشتار دست میزنه و تفاوت ها و تشابهاتش با اوایل حکومتش چیه. ببینید کدوم یکی از گروه های اجتماعی به محض آمدن جمهوری اسلامی اعتراض خودشونو به شکلهای مختلف ابراز کردن؟ اول زنها بودن که با اون اعتراضات چند هزار نفری به حجاب اسلامی اعتراض کردن، و دوم اقلیت‌های ملی بودن که کردستان، عرب های الاهواز و ترکمن ها و اینا همه یکی بعد از دیگری همه به از توسط جمهوری اسلامی سرکوب شدن. خب این دو دسته، این دو گروه خیلی زود متوجه شدن که جمهوری اسلامی فقط اومده که یک ایدئولوژی رو حاکم بکنه که این ایدئولوژی به شدت عقب مانده و ایدئولوژی تمامیتگراست و فقط و فقط کسانی که مثل خودش فکر میکنن، یعنی مذهب شیعه رو قبول دارن، جمهوری اسلامی در مقابل جمهوری اسلامی هیچ گونه اعتراضی نمیکنن و این سلطه مرد بر زن رو هم کاملا قبول میکنن. اینها رو کاری نداشت، ولی بقیه رو
از زنها گرفته تا ملیتهای مختلف و کارگران و زحمتکشان که به سختی واقعا میتونن به خاطر تمام سیاستهای غلط و ناکارآمدیهای جمهوری اسلامی در طول این 46 سال 45 سال به فقر مطلق رسیدن، اینها اعتراض خودشونو کردن و مورد بیمهری جمهوری اسلامی هم قرار گرفتن، مورد سرکوب شدید. ولی تفاوت اون موقع با الان اینه که هنوز بخش بزرگی از مردم چون انقلاب کرده بودن در مقابل سلطنت ایستادگی کرده بودن، هنوز مشروعیت جمهوری اسلامی رو قبول داشتن، یعنی اونو زیر سوال نبرده بودن، در نتیجه اعتراضات خودشونو نداشتن و میخواستن توی چهارچوب همین جمهوری اسلامی یه اصلاحاتی رو انجام بدن و به اون اهداف خودشون برسن که ما دیدیم که بعد از سال 88 یواش یواش رسیدیم به 96 و رسیدیم به 98 و از 96 به بعد مردم دیگه با شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا واقعا تمامیت جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردن. یعنی تشابهش با اون سالها در اعتراض دگراندیشان مردم و قول مرسده عزیز سازمانهای سیاسی و تمام کسانی که این تمامیتگرایی و این استبداد رو به هیچ عنوان نمیتونستن بپذیرن، و ولی تفاوتش با اون زمان این بودش که بسیاری از مردم اون موقع هنوز امید داشتن به اصلاحات در جمهوری اسلامی، ولی یواش یواش به این نتیجه رسیدن که اصلاحات تحت حاکمیت این رژیم خونخوار واقعا امکان پذیر نیست و در این انتخابات جدید واقعا مردم اینو ثابت کردن. که اتفاقا قبلش با مرسده عزیز صحبت میکردیم، من سوالم فقط این بود که چطور، واقعا چطور همون چند درصدی که رفتن رأی دادن چطور تونستن که رأی بدن، و هنوزم که هنوز این سوال بزرگیه برام و نمیتونم بفهممش. مرسی مرسده. تو دهه 60 تو زندان بودی و میبینیم این روزها، یعنی واقعیتا وقتی اسم هر فردی رو برای اعدام من میشنوم، چون تصویری تمام اون اعلان کردن ها و بردن بچه ها به سلول انفرادی و حدهایی رو که شروع کردن به زدن و فشاری رو که آنچنانی به نیروهای چپ آوردن که تسلیم بشن و بچه های چپ در مقابلشون وایستادن و تسلیم نشدن، و اون بچه های مجاهدی رو که به طور بدون استثناء برده بودن اون سلول رو طبق به اصطلاح اون آیین مذهبی خودشون اعدامشون کردن، و بچه هایی که ما اون با اینا زندگی کردیم. و وقتی من امروز در مورد شریفه میشنوم، در مورد پخشان میشنوم، در واقع تک تک اون بچه ها جلوی چشم من دارن رژه میرن. در واقع میخوام ببینم تو خودت چه احساسی داری وقتی که از خانواده هستی که سه نفر از عزیزان تو گرفتن، یعنی در واقع الانم بعد از در واقع 45 سال جمهوری اسلامی تناب دارش برای گردن میگرده به قول عزیزمون، و این گردن نو روز به روز اصلا براش مهم نیست که این گردن کی باشه. وقتی من در مورد شریفه محمدی میشنوم، یک کارگری که از حقوق کارگران خواسته دفاع کنه، از پخشان عزیزی میشنوم، پخشان کسی بوده که تو مددکار اجتماعی بوده دیگه، هممون خودت هم نرس هم بودی میدونی که مددکار اجتماعی جز هدف به کمک کردن به مردم چیزی رو در ذهن نمیپرورونه، و بچه بسیار اکتیو و فعال در ارتباط با رشته خودش، یک فعال زنان که در بین زنان داشته کار میکرده، امروز به اعدام محکوم میشه و بقیه به افرادی که در صف اعدام قرار دارن. چه حسی داری؟
ببین اول باید من این بگم که همه این کسایی که این بچه هایی که دارن به پرونده سازی رژیم، من هیچ وقت نمیگم اتهام، برای من تو هم اتهام، پرونده ساختن. این بچه ها عدالت خواهن، این بچه ها دارن آزادی بیانشون استفاده میکنن، این بچه ها به قول تو همتون پخشان عزیزی که میگه یه مددکار اجتماعی، اصلا از کارش، از اسم مددکار اجتماعی برمیاد چیه؟ پس بنابراین بیایم ببینیم که چرا رژیم پرونده سازی میکنه برای انسانهای آزادی خواه. من اینجا با جرأت میگم که این بچه های ما بچه هایی هستن که در ابتدا به این سیستم، به این چارچوب اعتراض دارن. پخشان عزیز ما رو در زمان رامین حسین پناهی یک بار دستگیر کردن که همون وقت رامین حسین پناهی رو اعدام کردن. بحثم اینه این بچه ها کسانی هستن اولین معترضینی هستن به جامعه، یعنی کسان روشن فکران جامعه هستن. اینو باید بپذیریم، این بچه ها آزادی خواهن. ما نمیگیم بچه ها هیچ کارن، بله هیچ کارن از کاری که رژیم داره اینا اتهام میزنه. از زاویه ما بچه ها آزادی خواهن، این بچه ها عدالت خواهن. به خصوص مسئله زنان، اگر بریم رو خودمون رو بند زنان، این بچه ها میخوان از همون ابتدای 57 جنگیدن، 8 مارس که به درست الهی عزیز گفت، اوج شما 1401 شبه به وجود نیومد، یک تاریخ داره، تاریخ جنگیدن داره، جنگیدیم برای این. و اما بیم روی این بچه ها، من میخوام اینجا اینو برای بینندگان روشن کنم، این بچه های ما آزادی خواهند، نه که هیچ، بله هیچ کارن از طرف اون چیزی که رژیم میگه، اما عدالت خواهند. اما این بچه ها برابر طلبن، میخوان زندگی. و زمانی که همین تو اون احساس من میگی، من باید در خیلی جاها گفتم، شاید تکراری باشه، ولی اینو من با تمام وجودم احساس کردم، عزیزترین کسیم از کنارم بردن، از آغوشم کشیدم بردن، زن برادرمون. و همیشه من اون تصویر، بچه ها در اوج شادی هن. همین تصویری که از بخشان الان دارم میدن، بچه بسیار شادیه تو بر، اینا شادن، تا لحظه قبل دارن زندگی میکنن با ما، ما تا شما چایی میخوردیم، میان و اینا رو میگیرن از ما، میبرن کنار دیوار میذارن. به همین از نظر اینا به این سادگی، ولی میکشن، ما رو میکشن، خانواده ها رو میکشن، همه رو میکشن، ولی یک نتیجه خود رژیم گرفته، ما رو کشته، ولی کشتن ما مقاومت و مبارزه است، نه که بشین سوگواری کنیم، گریه کنیم. از فردا صبحش من تو زندان میتونستم سوگواری بکنم، بشینم غم بگیرم، ولی از همون تاریخ ببین، به رک بگم، وقتی اول پوران رو بردم، پوران جمپور نزدیک سالگردش، با خنده ماش گیس کرد، میدونیم به ما چه گفت؟ اگر رفتیم بیرون به دخترم بگیم من عاشقش بودم، من میخواستم بزرگش کنم، نگید من دوستش نداشتم، اینها نذاشتن. من میخوام این را تأکید کنم، اینها هستن حق حیات رو میگیرن. بنابراین این صحنه رو ما دیدیم و به درست بچه های بعد الان قدم های جلوتری بدشن. سرکوب در زندان دهشت خیلی بیشتر از الان بود، یعنی ما این امکانات رو نداشتیم. من وقتی که همسر منیر عزیزم رو از بغلم بردم، فقط اومدیم دور هم جمع شدیم 10 تا از بچه ها. چون حلقه شو به من داده بود، بچه ها گفتم مرسی، چه خوب شد حلقه شو دادم. بلا فاصله لاجوردی ما رو صدا کرد، گفت همه به من خوشی فلان فرشتتون میبرم انفرادی. میخوام یعنی میگم سرکوب دوران زندان دهشت خیلی بیشتر بود، و این امکانی که امروز به درست حرکت های درستی دارن زندانیان میکنن. اتفاق مهم اینه، از داخل زندان نه به اعدام، خیلی مهمه، خیلی مهمه. این حرکت زندانیان قابل ستایش و قدرتشون رو داره نشون میده، و این صحنه رو اونام دیدند. چرا امشب، امشب میخوام برن، برن که
توان اینه که ببینیم ما این توان رو به قول تو که خودت هم شاهد بودی دیگه، توان ساعت 3 بعد از اون الان فرق کرده، بچه ها رو سلول نمی بردن. به این تو هم بیاد داشته باشی 3 بعد از اون دوشنبه و چهارشنبه وقتی بلندگوی بند به صدا در میومد تمام بند به سکوت میرفت، حتی هیچ که تکون از جاش نمیخورد، چون میدونی این تعداد رو میخوام ببرم. ردیف تو راه رو میستادیم، بغل میکردیم، ولی بچه های ما نلرزیدن. زندانبان ها این صحنه رو دیدن، گریه نکردند، ایستاده رفتند. این تاریخ داره تکرار میشه و برای همینه این جسارته، این شهامته. بچه ها برای آرمان هاشون داره میستن، آرمان هاشون هم آزادی خواهیه. ما هر ما رو اون آرمان هاشون میستادیم. بنابراین از مردم میخوام به پرونده سازی رژیم توجه نکنیم، به انسان هایی توجه کنیم، به همه انسان ها. این بچه ها بچه هایی که در این سیستم قربانی این سیستم هم. کسایی که معتادین و اینها باعث شدن، بچه های 30 ساله اونها هم اجازه ندارن حق حیات اونها رو بگیرن. باز هم اتفاق خوبی در زندان افتاد، همه اینها کنار هم ایستادند. سه شنبه های اعتراضی اتفاق مهم تاریخیه. اینها ببین اینها نشون دادن که رژیم شکست خورد. همینجا باید اعتراف کنیم در مقابل آزادی خواهان شکست خورد. سه شنبه های اعتراضی شکست رژیم، اعتراض زندانیان زن ما شکست. و یک نکته جالب، زنان ما پیش قدم این حرکت اعتراضی هستن، همونطوری که تو جنبش ژنجیان آزادی ایشون. مرسی. مرسی. واقعیت هم سپید قلیان از زندان میاد بیرون، از همون دم در زندان شعار اینو میده که خامنه ای اذهاب میکشیمت زیر خاک. و سارا جهانی وقتی که قراره که بره زندان میگه اگه اجازه بدن یک روزم اگه اجازه بدن زنده بمونم، باز هم میگم زن زندگی آزاد. یعنی دیگه واقعیتم، یعنی همونجور که گفتی واقعیت زندان دهه 60 زندانی بوده که وقتی میبردن از طرفی گروه ضربت از دادیاری میومد به سرکردگی مجید حلوایی با اون لگت ها و مشتا، که اونایی هم که تو بند بودن میباز در امان نبودن از ضربات چیز، که اصلا جرأت نکنن که بخوان حرف بزنن. یعنی گروه ضربت دائما تو بند بود برای زدن بچه ها، و اون بچه ها 67 هم نشان دادن که کوتاه نیومدن، وایستادن، و اونایی هم که زیر ضربات قرار گرفتن هم زیر بار نرفتن. و همه بچه ها، یعنی اونا میخواستن بچه های چپی رو هم که بنابر قوانین خودشون زنده نگه داشته بودن، این که همه رو تابع و ترسو فکر کردن با قتل عام میتونن اونا رو سرکوب کنن، ولی اون بچه ها مقابلشون وایستادن، با سرفرازانه همهشون از زندان اومدن بیرون. الهی جان شما چه حسی داری؟ یک مادری و میدونی که وقتی در این شرایط ها قرار میگیری، ما واقعیت هم مادر بهشتی رو پیاماش رو داریم دائما گوش میدیم. خودت به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر، وقتی که حکم اعدام اینا رو میشنوی چه حسی رو داری؟ من اگر بخوام واقعا صادقانه بگم، دو تا احساس کاملا متفاوت دارم. یک احساس درماندگی بسیار زیاد که از خارج از کشور واقعا احساس میکنم چرا هیچ کاری از دستم بر نمیاد، دستان بسته است. ولی احساس دیگه امید، امید به این جوونا، به جوونایی که یک لحظه از مبارزه دست بر نداشتن. شما ببینید همونطور که مرسده عزیز گفت، اوائل جمهوری اسلامی چطوری قل و خم میکرد و چطوری در زندان ها میکشت، با دو تا سه تا سوال میبرد به جوخه اعدام بچه ها رو. الان هم میکنه این کار رو، ولی یک تفاوت بزرگ داره و اون اینه که در تمام این سالها با تمام افت و خیزهاش مبارزات مردم همیشه ادامه داشته. درسته توی یک برهه شاید در چارچوب اصلاح طلبی
ولی در همونم مبارزه مردم بوده و خواستن که این جمهوری اسلامی رو با این شکل و شمایلی که الان داره هیچ جور نمیخواستن قبولش بکنن. ما عطف مبارزات مردم رو در جنبش ژنجیان آزادی داریم میبینیم. این دو سال گذشته از زمانی که مردم شروع کردن به اینکه ما نمیخوایم دیگه از بالا ما هدایت بشیم، حاکمیت نمیخوایم، خود مدیریتی میخوایم، میخوایم خودمون سوار و حاکم بر سرنوشت خودمون باشیم، به پیشتازی زنا، این نقطه عطف تمام مبارزات مردم ایران بود و اینه که به من امید میده و امید تزریق میکنه به من و هر موقع که احساس درماندگی به غلبه میکنه بلا فاصله یاد این میفتم که پخشان، همین پخشان عزیز ما چطور رفت به رجوا. ببینید یکی، یعنی اصلا جرم پخشان رو جمهوری اسلامی گفته که در رجوا بوده دیگه، در صورتی که در رجوا چه کار میکرده پخشان؟ پخشان به تمام خانواده هایی که از طرف داعش به شدت آسیب دیدن به اونها میرسیده، بچه ها رو ترخوش میکرده، زنایی که شوهراشون رو داعش سر بریده، جلوی چشم مادر و بچه سر بریده به اونها میرسیده. کار پخشان این بوده و جمهوری اسلامی دقیقا همینو نمیخواد. انسانیت نمیخواد، نمیخواد سازماندهی بشه برای کارهای انسانی، برای اینکه مردم به هم برسن، با همدیگه همبستگی نشون بدن. این اصلا اون نقطه ضعف پاشنه آشیل جمهوری اسلامیه. اگر چنین چیزی باشه جمهوری اسلامی تاب نمیاره و دقیقا تمام اعدام ها رو شما میبینید در این دو سال گذشته انتقام گیری از تمام کسایی بوده که به میدان اومدن، اعتراض کردن، خواستن سازماندهی بکنن، خواستن از پایین خودشون رو سازماندهی بکنن و در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی بکنن، مقاومت و مبارزه بکنن. و این بزرگترین نقطه ضعف جمهوری اسلامی. نگاه بکنید بسیاری از این اصلاح طلبای حکومتی انواع اقسام شعارهای رادیکال رو میدن، جمهوری اسلامی با اونا کاری نداره، چون در چهارچوب این سیستم دارن حرکت میکنن. ولی ژنجیان آزادی سیستم رو شکست، این سیستم رو دیگه نمیخواد، میخواد در هم بشکنه. و درست جمهوری اسلامی اینجاست که دیگه هیچ جور با اینا کنار نمیاد و شمشیرش رو به قول خود شما از رو بسته، یعنی داره قلب و غم میکنه واقعا این جماعت معترض رو. یک، شما چون از صحبت از سپیده قلیان کردید، یک کتابی نوشته سپیده قلیان در روایت پنجم صفحه 18 از یه عرب به نام اسماعیل صحبت میکنه که اسماعیل رو شکنجه میدادن و ازش مثلا یه اعترافی میخواستن. اسماعیل میگه من نمیدونم، من خبر ندارم شما چی، ولی به زبان عربی میگه و اینها بهش میگن که به زبان فارسی حرف بزن، نجس. ببینید جمهوری اسلامی فقط تمامیتگرا نیست، یک رژیم تمامیتگرای فاشیست نجات پرست هم هست، به هیچ کس رحم نکرده در این جغرافیای سیاسی ایران، نه به زنها، نه به اقلیت‌های جنسی جنسیتی، نه به اقلیت‌های ملی مذهبی، نه به کارگران و زحمتکشان، واقعا من هرچی، نه به فعالینی که برای محیط زیست، بر علیه تخریب محیط زیست فعالیت کردن، هیچ کس به هیچ کس رحم نکرده. و الان جمهوری اسلامی میدونه مشروعیت خودش را از دست داده و اعدام ها فقط ابزار سلطه هستن، فقط برای اینکه حاکمیت خودش رو بتونه، این سلطه خودش رو بتونه نگه داره.
میدونه مشروعیتش رو در مقابل در از مردم از دست داده، به کی پناه میبره؟ به نظامیا، به نیروهای سرکوبگر، به سپاهیا، به بسیجیا، و اونها رو تامین میکنه از نظر مالی، بهشون قدرت میده که جمهوری اسلامی رو بتونه نگه بداره. ولی همونجوری که مرسده عزیز هم گفتن، جمهوری اسلامی و همه مردم ایران میدونن که کارش دیگه تمومه، سوخت و سوز داره. میگن یه مثالی هست که میگن که معلوم نیست کی، مدتش کی باشه، زمانش کی برسه، ولی 100% این زمان میرسه و ما شاهد سرنگونی جمهوری اسلامی خواهیم بود با شعار و با فلسفه ژنجیان آزادی. مرسده، واقعیتا من اصلا نمیدونم در کجای دنیا فرد و به خاطر یعنی از اینکه یک تشکل مستقل بخواد داشته باشه، یک مادر رو به خاطر صرفا فعالیت کارگری، به خاطر که بخواد یک تشکل مستقل داشته باشه. و جالب اینه که 10 سال پیش این داشته این برای این تشکل مستقل فعالیت میکرده، افراد اون جمع هستن و میگن اگه قراره که این اعدام بشه پس همه ما باید اعدام بشیم. آه. چون تازه تشکلی که طبق اجازه خود حاکمیت بوده، یعنی یک تشکل مخفیانه نبوده، و پخشان رو اتهام زدن به اینکه اسلحه گرفته به دست، یکی نیست ازشون بپرسه که این اسلحه بر علیه نظام جمهوری اسلامی بوده یا بر علیه داعش. شما که به مردم میگین اگه جامعه تو نمیخواد طالبان حکومت کنه، نمیخواد داعش بر شما حکومت کنه، بیاین پای صندوق رأی. اگه نمیخواین داعشی بشه، وقت چی جوری میاین یک فردی رو که بر علیه داعش داره مبارزه کرده شما اینو میخواین اعدام کنین؟ چی جوری میشه یک کارگر مستقل رو تو بیای مثلا به صرف خواهان مثلا رفاه برای کارگران تو بیای اینو اعدام کنی؟ خودت در این مورد چی فکر میکنی؟ مرسده. ببینیم، بحث انتقام، انتقام در امروز، انتقام از زن بودن بعد به خاطر جنبش انقلابی ژنجیان آزادی، انتقام داره میگیره از زنانی که سر تعظیم فرو نیاوردن، همچنان در خیابانن. انتقام داره میگیره به این که ما تمام دارن میگن از زنانی مثل سپیده رشنو، داره میگه من میرم زندان، ولی یادتون باشه دارن حق حیات از انسان ها میگیرن. این انتقامه، روزانه داره از ما انتقام میگیره. شریفه هم اول یک انسانه، انسانی که داره همه میگن عدالت خواهه، از حق کودکان کار دفاع میکنه، و به قول خودت همطوری که میگی 10 سال قبل، حتی اگه بوده باشه، حتی اصلا 10 سال قبل، همین الان شریف عضو کمیته هماهنگی کارگری بوده، اصلا بوده، اصلا یک کارگره، اصلا شو چرا ما اصلا تاکید کنیم بوده؟ تمام این مجموعه رو میذاریم به خصوص در این مقطع تاریخی، شو ببینید تو زنها چقدر خم شده. برای اینکه به طور واقعی باید قبول کنیم یکی از جنبش هایی که سرنگونی حکومت رو در دستور کار خودش بعد از 14 جنگیدن گذاشته جنبش زنانه، چون میدونه به خصوص بعد از 1401 میدونه قدمی کوتاه بیاد برقه سرش میکنه، قدمی کوتاه بیاد طالبانه، هرچند که دوره اون تموم شد، ولی حتی در همین حد هم این جنبش کوتاه نیومد. بنابراین دو تا انتقام اینجا وجود داره. هم ببینیم با سندیکا، با شرکت وای چیکار کردن، با شرکت وای چیکار کردن، این چیزی اصلا نمیپذیره، رهبرش تو زندان هم. بعدش کمیته هماهنگی خود به قول خودت به همشون گفته پس همه ما رو باید دستگیر کنی. برای همین بحث اساسی بین بوده نبوده الان بعد رو کسایی دست میذاره. ببین جنبش کارگری الان اعتراضات گنده داره، اعتصابات بزرگی داره. خب
ببینید شما به تک تک چیز فعالین بچه هایی که از کردستان اومدن، خب انتقامشو از 1358 از نوروز خونین کردستان از کردستان گرفت، انتقام از اونجا شروع زد از کردستان و 1401 رو میبینه که ژینای ما از کجا بوده. برابر این ما میبینیم رو مسئله انتقام باز هم از کردستان، باز هم و زن بودن کرد بودن، هر دوتا اینو داره با هم کار میکنه و انتقام از جنبش کارگری، که جنبش کارگری که برای نفته، اینو یکی رو میگیرم میخواد شریفه رو، میخواد در واقع ما که اجازه نمیدیم شریفه رو، که ما اجازه نمیدیم حقیقت ازش بگیره، ولی میگه ببین شما به جرم کارگر بودن اما شما رو اعدام کنم، جرم باید بگیم جرم شریفه کارگر بودنه، بنابراین آره کارگر بودنه. برای همین هر زاویه ما در نظر بگیریم با یک حکومت انتقام جو، انتقام هم به درستی هم نکاتی که الهی عزیز گفت، ببین از هر زاویه این حکومت رو در نظر بگیریم، اصلا ببین همه چیزش انتقامه، از تفاوت از ملیت ها داره انتقام میکنه، از زن ها داره انتقام میکنه، از اقلیت ها داره انتقام میکنه، از دادخواهان داره انتقام، هر ابزار هر جای این جامعه نگاه کنی داره انتقام میگیره از مردم، میگه انتقام به من پایان ناپذیره. ببینید رژیم رو در رو داره به مردم میگه، اتفاقا اینجا مردم هم باید تصمیم بگیرن، به نظر من رژیم داره رو در رو حرفش رو میزنه. تو این مسحک هم اولین مسحک انتخاباتی بود که به نظر من رو در رو با مردم حرف زد. اصلا خیلی جالب، پزشکی هم دیر پریروز برگشتیم که نه قبر آدم ها رو باید بدیم، یعنی اعدام میکنید اشکال نداره ولی قبر رو بدید دیگه، به ما لطف کرده که خاوران به ما قبر ندادن، این رئیس جمهور هنوز به قدرت هم نرسه و یه اتفاق دیگه افتادیم. ببینیم قبل از که اصلا بیاد دارن کشت و کشاشون رو میکنن، شدت گرفته انتخابات، ما که میتونیم رژیم هر با این رژیم ما که تازه نیست، اعدام اومد پایین، درست بعضی پایان این مسخکه شدت پیدا کرده. هشت برای چی؟ شما 70% به من میگین نه؟ 70% من میبرین زیر سوال؟ آقای کاندیدای خودشون در واقع میاد میگه این واقعیه، 70% ما رو نمیخوان. خب این نخواستن چیه؟ برای این الان من میگم الان مردم موقعیتی دارن که رو در روی بعد از انتخابات برنظرم بعد از این مسحکه رژیم فهمید که این مردم دیگه اون مردم نیستن و از 96 فهمید با شعاری که اصلاح طلب که الهی عزیز گفتی که لازم نیست من بگم، منظورم اینه که به خصوص نه به این مسحکه میبینیم اعدام شدت داد، میگه شما نه میگید من گروگان های شما رو میکشم، ببینیم زندانی ما گروگان هم. تجربه تاریخی نشون داد قطعنامه 598 رو قبول کرد، 66 عراق پذیرفته بود، 58 وقتی 67 پذیرفت جامعه رو ملعون کنی چیکار کرد؟ در زندان رو بست، قتل عام کرد ما رو، مردم رو ترسوند. درست این روزا من یاد همون دوران میندازه که البته اون قدرت رو نداره ولی من به مسحکه مردم گفتن نه، بعد از اون رو شدت گرفته برای اینکه میگه پس کاملا حکومت فهمیده، میدونست کاملا میدونست، ولی همینطور که الهی گفت خب روانشناسی تودهای مردم متفاوت با ماها روشن فکران، یه دوره میگن اصلاحات کمکشون میکنه، یه دوره میرن پشت این، با ما روشن فکران جامعه با ما که سالها داریم جنگی متفاوته، دوره های رفتن ولی تو مسحکه اخیر دیگه گفتن نه، به تو میگیم نه. این به نظر من این ادامه انتقام این مسحک است و ما باید جلوی این بیستیم. در واقع چهار دوره و هر مرحله شدت بیشتری پیدا کرد نه گفتن مردم به حاکمیت، دیگه از قبل از انتخاب مجلس بود، رئیسی بود، بعد انتخابات اخیر بود، انتخابات شورای شهر بود، یعنی در این چهار مرحله هر مرحله بیش از مرحله قبل مردم نه گفتن، علی رغم تمام تلاشی که این مرحله
چه اصولگرا تو صحنه بودن، چه در واقع اصلاح طلبان، و هر دو اینا باز این مردم نگفتن. اله ببین، ما اینجا با خب زندانیانی قرار روبرو هستیم که زندانیان ما، خب ما میدونیم که مثلا مرسده دیگه باید دقیقا وقتی مرحله زندان رو گذرونده در درون، یعنی یه وقتی هست که تو بیرونی به هر ترتیب آزادی عمل داری، یعنی در درون یعنی کاملا در دستان، هر لحظه میتونه دستای قاتلین گلوی تو رو در دست خودش بگیره. علارغم این زنان شروع کردن و بندهای مختلف دارن حمایت خودشون رو اعلام میکنن. از طرفی سه‌شنبه در واقع نبه اعدام سه‌شنبه ها رو داریم که زندانیان شروع کردن و الان زندانهای بسیار زیادی در سراسر ایران از اون سه‌شنبه های نبه اعدام حمایت میکنن. فکر میکنی که نیروهای کماها خارج کشوریم، درسته که خارج کشورم برخلاف تصوری که داخل دارن آنچنانی هم امن نیست که بچه ها تصور میکنن، چون میبینیم که از طرف حکومت مثلا الان شما در آلمان ببینین کاری رو که با طرفداران فلسطین میکنه حکومت آلمان، واقعا یعنی ماهیت اون روی فاشیسته در واقع. و وظایف نیروهای آگاه در خارج کشور همگام شدن با این صدا چگونه باید باشه؟ به نعب اعدام گفتن چگونه باید این شکل بگیره؟ شما اشاره کردی به مقاومت بسیار بسیار بزرگ زنان زندانی و زندانیان سیاسی در زندانهای ایران، که این کاملا درسته، یعنی واقعا اینا جسارت دارن دائم تولید میکنن و به جامعه ایران دارن این جسارت رو تزریق میکنن. خب نگاه بکنیم ببینیم که این زندانیان سیاسی کیا بودن، چه کسانی بودن. شما نگاه بکنید از 45 سال یا 46 سال گذشته تا به الان، کسایی که معترض بودن، کسایی که به جمهوری اسلامی اعتراض کردن، کسایی که یک ساختارهای دیگه‌ای می‌خواستن، این سیستم تمامیت‌گرا رو نمی‌خواستن، فقر رو نمی‌خواستن. فقر، گفتم فقر، یاد این افتادم، نرخ فقر در سال 1402 نسبت به 1401 بیش از 68% افزایش پیدا کرده. و خب تمام این مسائل مختلف، یعنی این فقری که وجود داره و رفاهی که داره جمهوری اسلامی از جامعه ایران میدوزده، از محرومشون میکنه، کولبرها، سوختبرهایی که به خاطر واقعا ناچاری مجبورن که دست به چنین کاری بزنن. و سال 2023، اینطوری بگم، از سال 2012 تا سال 2023 فقط 2026 تا کولبر کشته شده، کشته و زخمی شده توسط جمهوری اسلامی. خب این معترضین یا این فعالین جنبش همین کسایی بودن که زبان به اعتراض گشودن و جمهوری اسلامی گرفته و انداختتشون تو زندان. یعنی آدم های معمولی نبودن، آدم های کوچه و خیابون نگرفتن، که واقعا اینا فعالین جنبش بودن و اینها هر جوری شده، با هر شکلی شده، در مقابل سرکوب های جمهوری اسلامی مقاومت کردن. خب این 100% ما میتونیم تصورش هم بکنیم. حالا که تو زندان هستن دیگه از چی میخوان بترسن؟ زمانی که شما بیرون از زندان هستی تمام تلاشت رو میکنی، خیلی محافظه کاری میکنن که به زندان نیفتن، ولی اینا دیگه الان تو زندان جمهوری اسلامی هستن و چشم در چشم دشمن دوختن و برای همینم هر روز دارن جسورتر میشن، با جسارت بیشتر دارن این مبارزه رو ادامه میدن. ولی وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که واقعا ادامه دهنده راه اونا باشیم،
با هر شکلی که میتونیم خیابان ها رو تسخیر بکنیم اگر اونها نمیتونن خیابان رو داشته باشن، و جمهوری اسلامی اینو محروم کرده، اینها رو از به خیابان رفتن و صدای اعتراض داشتن. خیابان ها رو تسخیر بکنیم، سمینار تشکیل بدیم، نامه بنویسیم به سازمان های حقوق بشر، تمام اجتماعات خارج از کشور رو، یعنی مردم خارج از کشور رو توجهشون رو جلب بکنیم به مبارزات درون ایران. شما نگاه کنید زمان از این 10 ماه گذشته، تو این 10 ماه گذشته که جنگ صهیونیست‌ها بر علیه مردم فلسطین بوده، من میتونم بگم صهیونیست‌ها و حماس هر دو و جمهوری اسلامی، یعنی فلسطین رو واقعا نابود کردن، این سه نیرو فلسطین رو نابود کردن، مردم جهان یک دقیقه بیکار ننشستن، خیابون‌ها رو تسخیر کردن با اعتراضات خودشون، و همین این باعث شده که الان هی یواش یواش داریم میدیم به اون طرف که توجه همه سازمان‌های جهانی داره به مسئله فلسطین جلب میشه، و این امیدواری واقعا ایجاد شده که یک راهی رو پیدا بکنیم برای نجات این مردم. دقیقا در مورد مردم ایران هم همینطوره. یه زمانی همین سیاست مدارای دولت‌های غربی و اروپا و آمریکا اینا موهای خودشون رو می‌بریدن، هزار تا برنامه‌های اینجوری داشتن، ولی از اونجایی که سیاست‌های حکومت‌ها چیز دیگریه و مماشات با جمهوری اسلامی، دست کشیدن، همه دست برداشتن، ولی ما داریم می‌بینیم مردم این کشورها رو، مردم اروپا و آمریکا و کشورهای دیگر رو، به خصوص مردم کشورهای که با ما نزدیکی بیشتری احساس میکنن، داریم میبینیم که اینها منتظرن که واقعا ما ازشون کمک بخوایم، و اینا هر چی در چنته داشته باشن انجام میدن برای ما، و ما باید صدای مبارزات مردم ایران اینجا خارج از کشور باشیم، و بارها و بارها شاهد بودیم که مردم هم اروپا هم شیلی و آرژانتین و کشورهای دیگه با شعار جنجیان آزادی واقعا همبستگی خودشون رو با مبارزات مردم ایران نشون دادن. یعنی منظورم اینه که از هیچ کاری، یعنی فکر نکنیم که حالا این کار به درد نمیخوره، این کار به درد نمیخوره، از هر راهی که میتونیم صدای مبارزات مردم ایران رو برسونیم به مردم جهان. مرسی مرسی جان، تجربه با قول چیز کف خیابون اومدن رو زیاد داری، دائما بعد از زندان دائما تو کف خیابانی و داری با شعارهای چیز. شما چی فکر میکنی؟ اول در مورد خارج کشور چیز کنیم، بعد بریم این که در داخل چگونه باید عمل کنن. اتفاقا چیزی که الهه عزیز گفت، اتفاقا من میخوام از اینجا نتیجه بگیرم. مسئله 1401 جنبش داخل مبارزات ایران بود، چشما رو به طرف ما برگردوند. خیلی تعیین کننده است، اینا باید قبول کنیم. به قول الهه عزیز دیگه الان ما میریم تو خیابون، اون وقت شما کجای کی؟ او الان به ما میگن زن زندگی آزادی، ولی اون قدرت داخل بود تمام دنیا رو به طرف ما چشماش رو برگردون. همینطور که مرافق عزیز میگی، ما سالها همراه هم هممون در خیابون ها بودیم. من تجربه ای که از 1401 به دست آوردم، نگاه من به روی خیلی چیزا به طور واقعی عوض شد. اینکه چقدر داخل تعیین کننده است، اما این صحبت ها رو میکنم نه که مسئولیتی که همطور که الهه گفت مسئولیت ما رو در خارج کشور کم کنم، تک تک ما مسئولی نه که بگم، ولی ابزارهای متفاوتی دیگه باید انتخاب کنیم. این ابزارهای گذشته ما شاید جواب گونه باشه، باید تکون بدیم، باید تکون بدیم و اینو بگیم
ما روزانه به قول الهی عزیز گفت ما خیابونی میتونیم بگیریم، ولی با یه جمعیت بگیریم. این ابزار رو داریم، نه که رجوع نکنیم. همه کارا رو مثل گذشته باید بکنیم. یک ذره نباید کوتاه بیاییم. یک روز فکر نکنیم. نه، ما که نمیتونیم. در یه صحبت الهی عزیز گفت که در دوگانگی اون امیدی که گفت، اون امیدی که ما رو میکشونه تو خیابون، اون امیده که به حقانیت کار ما و به حقانیت کسانی که شجاعانه در زندان هستن و شجاع مثل سپیده رشنا از ما خواست، گفت منو دارن میبرن، از ما خواست. من تو اینستاگرام هم براش نوشتم ادامه کاری که از ما خواست. ما به تو قول میدیم ادامه میدیم. بنابراین از هر ابزاری که میتونیم استفاده کنیم، من فکر میکنم الان ما باید سه‌شنبه‌های اعتراضی رو، این نظر من، سه‌شنبه‌های اعتراضی رو مورد حمایت خیلی زیادی خارج کشور قرار بده. به نظر من ما حرف زدیم، ولی شاید روزامون عوض کنیم. میدونم روز کاریه، ولی سه‌شنبه‌های اعتراضی رو باید انعکاس بدیم، باید جهانیش کنیم. این اتفاق زندان سه‌شنبه‌های اعتراضی نه به اعدام، به نظر من تاریخیه. واقعا تو صحبت‌های قبلی میگفتم جای بررسی داره اصلا. بنابراین یکی از کارهایی که باید در خارج کشور بکنیم، ابزار جدید رو پیدا کنیم برای سه‌شنبه‌های اعتراضی و بتونیم اینو انعکاس بدیم. و همون هم در ادامه نکاتی که الهی عزیز گفت، ما هست ابزاری داریم. فقط اون نکته اولی که گفتم این بود، پارلمان ماهاشون رو زدن، کفالت‌های سیاسی قبول کردن، همین اتفاق افتاد. من سر تعظیم فرود میارم در مقابل مبارزات مردم ایران که اون قدرت ژنژیان آزادی اینها رو در مقابل ما خم کرد. سر تعظیم فرود آوردن و همون اینا رو ترسوند. همون اینا کجا هستند؟ ترسوند اینا رو. دید ما کوتاه نمیایم. دید بابا این خیلی انقلاب زنان ژنژیان آزادی و وسعت داره. یه نکته همینجا بگم، عربستان سعودی خلبان زن داره، جهت اطلاع بیمندگان. عربستان سعودی برقه سرشون میکردن، تأثیرات منطقه، تأثیرات ایران، اینو به جرأت باید بگیم، تأثیرات زنان ایران در منطقه بسیار بزرگه و دنیا اینو دید، فهمید و بنابراین باید دوباره کاری بکنیم که چشماشون به طرف ما برگرده و دوباره سر تعظیم در مقابل مردم ایران خم کنن. این مرسی. دقیقا، یعنی یادم این که فقط یه عده‌ای اپوزیسیون راست هی ما رو فقط میخواست هدایت کنه به پارلمان های اروپا، بعد تنها شعاری رو که میدادن، یعنی یه روز یکی از این تظاهرات واقعا من عصبی شده بودم، تا آخون کفن نشود این وطن وطن نشود. یعنی انگار مسئله فقط ما خواهان اینیم که لباس از آخوندی به کراوات تبدیل بشه، ولی سیستم همون سیستم، ساختار همون ساختار باقی بمونه، فقط شکلش عوض بشه، منطقش فقط تغییر کنه. یعنی این نیست، یعنی فقط تنها شعار. بعد یک دفعه یک شبه آقای ایکس در سوئد شده بود نمیدونم تو فرودگاه بره بخوابه، تمام مدت با هواپیما از این ور به اون ور، از اون ور به این ور، رایزنی برای اینکه بتونه رژیم آخوندی رو فقط عوض کنه. و وقتی حرکت مردم رو در داخل دیدن که مردم صرفا نمیخوان که اپوزیسیون راست رو بیارن سر کار، مردم خواهان تغییر اون ساختاری هستن که فقر رو بر اینا مسئولی کرده، اون موقع تازه اومده شروع کردن به این که در مقابلش وایستادن. یعنی واقعیت هم من بعضی اوقات فکر میکنم ملت ما فقط با آخوندها نیست، ما با قدرت‌های منطقه‌ای و با قدرتی مثل آمریکا طرفیم. و جالب اینه که در همچه مقطعی الان البته جاش نیست، عده‌ای فکر می‌کنن اگه اسرائیل پیروز بشه به نفع مردم منطقه است. یعنی درک نادرست و در واقع غذا رو وارونه قورت دادنه.
یعنی اصلا میمونه آدم وقتی میشنوه این حرف از کجا میاد، بر چه مبنایی اصلا این صحبت ها گفته میشه، آدم نمیدونه واقعا چگونه چیز کنه. ما در مورد خارج کشور گفتیم و دوست دارم از زبان هر دوتاتون اینکه نقش مردم داخل کشور الان چیه. ما در مقابل زنانی قرار گرفتیم که میگم در واقع تنابدار آماده است برای گردنشون، با آدمایی با سشنبه های نعب اعدام طرفیم. در چنین شرایطی مردم داخل چگونه باید عمل کنند؟ از شما میشنویم الهه، بعد به مرسده برمیگردیم که نظر مرسده هم بشنویم، چون زمان ما هم دیگه در واقع داره تموم میشه به شکل خلاصه تر. من تلاش میکنم خیلی سریع بگم. یه چیزی رو توی بحث قبلی فراموش کردم بگم و اون اینه که جنبش چپ و دموکرات و چپ خیلی کوتاهی کرد و نتونستن به یه همگرایی با همدیگه برسن و بتونن که یک، همونجور که مرسده عزیز گفت، تظاهرات سراسری و خیلی بزرگتر از اون چیزی که تا کنون ما داشتیم رو بتونن سازماندهی بکنن. ولی خوشبختانه من دارم تأثیرات همین این نگرش رو میبینم که به این رسیدن که یه اشتباه بزرگی بوده و باید درس بگیرن از اون اشتباه و دارن تمام تلاششون رو میکنن که بتونن با همدیگه به یک سری سازماندهی ها دست بزنن. این از خارج از کشور. ولی همونجور که اون سوالی که شما کردید در درون کشور، ببینید ما هیچ راهی نداریم جز اینکه مردم ایران واقعا ذهنیتشون تغییر بکنه. تا اونجایی که من میدونم این جنبش ژنجیان آزادی بسیار تغییر داده ذهنیت انسان ها رو، مردم رو در ایران. شاید هم برعکس الهه، این تغییرات ذهنی که از دهه 60 شروع شده جنبش رو به وجود آورده در واقع. یعنی میشه اینجوری چیز کرد؟ 100% یه پروسس دیگه. واقعا یک پروسه‌ایه که ما رو همینطوری مرحله به مرحله رسونده به اینجا. ولی امروز که مردم دارن نه به تمامیت جمهوری اسلامی رو مطرح میکنن، دیگه نقطه عطف تمام این پروسه مبارزات مردم ایرانه. و این انقلاب ذهنیتی باعث شده که مردم واقعا نگاهشون به زن و مرد تغییر بکنه. الان دیگه ما میبینیم که دیگه مردا وای نمیستن نگاه بکنن که یه زنی رو میگیرن و همینطوری بدون واکنش باشن. خیلی جا واکنش نشون میدن، خیلی ها خودشون رو به خطر میاندازن. زنهایی که بی‌حجاب میرن قبلا مثلا خود این مردها خیلی مزاحمشون میشدن و میگفتن حجابت رو رعایت بکنین، ولی الان ما میبینیم دیگه همچین چیزی نیستش. نسبت به ملت‌های مختلف الان نظرشون خیلی عوض شده، نسبت به مهاجرین افغانستانی عوض شده. بگذاریم از اون اقلیتی که هنوز هم مهاجرین افغانستانی رو اذیت میکنن یا ملیت‌های مختلف رو تجزیه طلب میخونن، واقعا اونا یه اقلیت، همون قشر طرفدارای خود جمهوری اسلامی هستن که خب دارن اینطوری هم قدرتشون اعمال میکنن. ولی اون قشر خاکستری خیلی بی‌عمله در ایران و اگر واقعا این انقلاب ذهنیتی بتونه خودشو گسترش بده و مردم ایران رو هم با همدیگه همبستگیشون رو زیاد بکنه، اتحادشون رو زیاد بکنه، کاری که اگر یادتون باشه بعد از انتشار خبر اعدام مجید کاظمی و میر هاشمی و یعقوبی اتفاق افتاد، مردم با ماشینا حمله کردن به طرف زندان اوین و اون بوغ بوغ تمام چیز رو، شهر رو فرا گرفته بود و جمهوری اسلامی یه قدم عقب نشینی کرد. الان باید اون اتفاق بیفته. تا زمانی که اون اتفاق نیفته، یعنی مردم یه اعتراضات همگانی انجام ندن، اعتصابات همگانی انجام نشه، خب رژیم میتونه به این سرکوب‌هاش همینطور ادامه بده. این نظر منه، ولی
میدونم که خیلی ها ممکنه بگن نشستی بالای گود میگی لنگش کن، شاید یه خود حقیقتم توش باشه که به هر حال من جای امنی نشستم و این رو نمیتونم برای مردم بگم، ولی چاره ای جز این نیست. واقعا من هیچ راه دیگه ای رو نمیتونم پیدا بکنم. مرسی. نقش تشکل ها حالا مرسد روش بیشتر توضیح میده که خودش چقدر عمده است برای جمع کردن مردم و نقش تشکل ها که آگاهانه به جلوی اون زندان ها برن. مرسد، نظر شما رو هم بشنویم بعد. من هم در ادامه صحبت الهی، ببینید در ابتدا باید بگیم که جنبش های اجتماعی که الان وجود داره اینا مسئولیت بزرگی دوششونه. من یکم ملاحظه دارم رو صحبت الهی. الهی جان، درست ما خارج کشور هستیم، ولی این واقعیت اگه جلوی این همه نیستیم، هر خونه این تناب دار میره سراغ عزیزش. اینو قبول باید بکنیم. تناب دار این رژیم، به قول نوید قهرمانی ما گفت، این رژیم دنبال گردنه. این بچه ها نباشه بچه دیگر، یه گردن دیگه پیدا کنه. بنابراین اولین مسئله جنبش های اجتماعی که روزانه در خیابون هم. به درست معلمین الان این پرچم رو بلند کردن و به درست زمانی که توماش عزیز ما رو گرفتن، گفتن توماش صدا یک ملت، ملت رو آزاد کنه. این باید بشه. ما صدای تمامی زندانیان سیاسی هستیم. این پرچم مبارزاتی. ببینید هر روز بازنشسته‌ها یک شنبه ها در خیابون که برای شریفه، گفتن شریفه محمدی، پرچم گرفتن. ولی یکی از مسائلی که الان جنبش های اعتراضی و جنبش های اجتماعی و جنبش دادخواهی ما می‌بینیم نقش داره بازی میکنه، همین امروز مادر شریفه عزیز ما پرچم لغو مجازات اعدام گرفته دستش. همه مادرای دادخواه این کار رو بکنن. مادر شریفه عزیز ما کسی که تناب دار رو آتیش زد علیه انتقامه، باید یاد بگیریم. پس ما دادخواهان یک مسئولیتی 100% داریم، ولی جنبش هایی که حرکت های کارگران اعتراض هزار هزار نفر است همراهه. ببینیم، ما از اینجا نمیتونیم تعیین کنیم، ولی تاریخ نشون داد، تاریخ دنیا نشون داد، برگرده این نسل به تاریخ ایرانم، انقلاب 57 مردم در زندان وا کردن، اعتصابات کارگری در زندان وا کرد، هیچ رژیمی در زندان وا نمی‌کنه. بنابراین جنبش کارگری که آگاه برای حق خودش با شعار زندانی سیاسی آزاد باید کرد، لغو مجازات اعدام همین الان. ببینید تا رژیم هست معلومه، قانون شرع و اعدام هست، ولی با قدرت خودمون میتونیم اعدام رو ضعیفتر کنیم. رو به از 8 ساعت داره، 8 ساعت یک بار داره اعدام میکنه. همین امروز که خانواده و زندانی های عزیز ما این کار کردن، فردا یک شنبه روز بازنشسته هست. به نظر من با همین پرچم سه شنبه های نه به اعدام. ببینید اونها بازنشسته ها الان هر یک شنبه تو خیابونن، هر یک شنبه، و دیدیم رهبری خیلی از این حرکت حضور زنان به عهده دارن. هفته قبل هم دیدیم که پیام برای شریفه محمدی دادن. بیاین برای همه پیام بدیم، بیان 40 نفر این لیست اعدام، 41 تا 2 نفر. بنابراین بیاین برای همه باشیم. جنبش های اجتماعی مسئولان بعد یک مسئولیتی، من شاید وقت کم باشه، یک مسئولیتی بخوایم نخوایم، من و شما که زنده ایم باید مدیون خانواده ها باشیم. خانواده نقش تعیین کننده داره. ببینید خانواده های عزیز ما، اگر خانواده های ما نبودن 67 همینطور قرار بود ادامه پیدا کنیم. اینقدر خانواده ها اعتراض کردن متوقف شد. بنابراین با عکس فرزندان جلوی زندان ها جمع شید. این همونطوری که در زندان 5 مهر 1401 با ماشین در جلوی در اوین رفتن، خانواده ها بیان یه ویدیوی کوتاه پر کنن، همه خانواده ها، چه زندانی سیاسی غیر زندانی، همه بیان عکس بچه هاشون رو بگیرن ویدیو پر کنن. اینها به ما کمک میکنه، به خارج کشور کمک میکنه. چرا؟ بیاید این همه ویدیو رو بذاریم جلوی سازمان های حقوق بشری، بذاریم جلوی که اونایی که جلوی این اتحادیه های کارگری، جلوی تمام این سازمان ها، ببینید بچه های ما رو، ما اسم داریم تا و هر چیزی رو هم دیدیم. خانواده ها نترسید،
هر چی علنی بشه به درست ببینید سپیده رشنو الان کارش به کجا. امروز دوباره رفت کردن دوباره به 13 مرداد، یعنی قدرت خانوادش رو نشون داد، همراه رشنو بودن، همراهش ایستادن. خودش هم داره این میگه پس ما خانواده همه مسئولیت داریم، در این حالی که اصلا مسئولیت ما کم نیست، ضعیف نیست، ما همه در کنار شما هستیم، ولی باید این مسئولیت خانواده رو به عهده بگیرن. مرسی. یه چیزی که بسیار مهمه ایجاد تشکل بسیار بسیار حائز اهمیته که آگاهانه حرکتی رو در خیابان و شروع کردن، یعنی همون جور که معلمین هستن، همون جور که پرستارا با تشکلهای مستقل خودشون دارن حرکت میکنن، نیاز به تشکل در خانواده های زندانیان داره، نیاز به این داره که تشکلات در محلات به وجود بیاد. این تشکلات باید با همدیگه پیوند پیدا کنن، واقعا پیوند پیدا کنن با جنبش زنان، با طبقه کارگر، جنبش محیط زیست، تمام این جنبش، جنبش دانشجویی، جنبش پرستاری، تمام اینا باید مثل یک زنجیره، مثل یک ریلی که به هم متصلن، بتونن متصل بشن تا قطار به حرکت درست خودش رو این ریل ادامه پیدا کنه. در غیر این صورت واقعیت هم ما باید شاهد و ناظر چنین خبرها و اعدامهایی باشیم که زندگی رو واقعا از همه ما میگیره، یعنی فقط اون نیست که گردنش تناب آویزون میشه، تا این زندگی یک در واقع خانواده ای هست که نابود میشه، دوستانی هست که انسانهایی هست که از شنیدن یک همچه خبری اصلا دچار بحران میشن. البته این بحران ها نمیتونه نیروهای آگاه جامعه رو تزلزلی در اینا نه ایجاد نمیکنه، بلکه اینا رو مقاوم تر میکنه. الهه جان میخواستی کلمه ای بگی؟ بله، من اتفاقا به نکته بسیار بسیار خوبی شما اشاره کردی، چون من یادم رفتش توی صحبت‌های قبلم بگم، و اون ویژگی اصلا این جنبش ژنژیان آزادی اتفاقا همین پیوند جنبش‌های مختلفه. یعنی قبل از این جنبش توی این پروسه چندی اونو چند ساله می دیدیم زنها توی جنبش زنان خودشون برای خودشون فعالیت میکنن، برای حق و حقوق خودشون، کارگرها همینطور، ملیت‌های مختلف مسائل خودشون رو مطرح میکردن، مذاهب مختلف مسائل و مشکلات و سرکوب‌های خودشون رو مطرح میکردن، ولی این جنبش ها با همدیگه پیوند نداشت و این ویژگی جنبش ژنژیان آزادی بود که واقعا تونست این جنبش های مختلف رو، مبارزات مردم رو در جنبش های مختلف به همدیگه پیوند بده. و من فکر میکنم اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم، اون روز پایان واقعا حاکمیت جمهوری اسلامیه. فقط و فقط با پیوند جنبش های مختلف هستش که ما میتونیم به جمهوری اسلامی غلبه پیدا بکنیم. و بسیار مطلب جالب و خوبی رو شما مطرح کردیم، ممنونم ازتون. ممنون از حضور هر دوتون در این گفتگو. امیدوارم واقعا شعار نه به اعدام به با فعالیت با تلاش تمام مردم ایران به تحقق به پیونده، روزی در جامعه ایران در کنار این بچه ها به جای نه به اعدام، به جایی که به این مسائل بپردازیم، به اینکه چگونه میشه هر روز جامعه افق روشنتری از روز قبل داشته باشه، روش بحث کنیم و به نتیجه برسیم. تشکر از حضور هر دوی شما.